بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت شما مخاطبین عزیز آموزش درس شیرین منطق رو در خدمت شما هستم من کیوان محب خسروی دارای مدرک فلسفه قرب و معلم و مدرس دانشگاه سالهای ساله که مشغول تدریس دروسی مثل منطق و فلسفه هستم و امیدوارم بتونم که به شما کمک کنم در آموزش صحیح و بدون مشکل این درس که یکی از درسهای بسیار مهم و اساسی برای رشته شما هستش این پاورپوینت و درس در مؤسسه محترم فرادرس تهیه شده و امیدواریم که مانند بقیه دروسی که به شما کمک کرده تا موفق باشید درس منطق هم که درس جدیدی هست برای مخصوصا دانش آموزان سال دهم انسانی بتونیم کمکتون کنیم که قدم به قدم با هم پیش بریم و یک تلاش نتیجه بخشی رو داشته باشیم ان منطق درس است که خیلی ریشه در تاریخ داره و تاریخ بسیار منطقی پیش رفته و از زمانی که ارسطو این درس رو تدوین کرده و آماده کرده و به دانش آموزان و دانشجویان فلسفه تدریس کرده تحول عظیمی در مسئله منطق تاریخ علم و خود منطق اتفاق افتاده انسان موجودی است که خطا میکنه و اشتباه میکنه و این خطا و اشتباه نیاز به یک ترازویی داره که به اون ترازو میگیم ترازوی اندیشه یا منطق بنابراین منطق آن چیزیست که به ما کمک میکنه تا از اشتباهاتمون در تفکر، در نوشته و در بویش جلوگیری بکنیم و حواسمون باشه که انسان موجودی است که خطا میکنه. همان که انسان موجود متفکره و فکر میکنه، در تفکرش هم خطا میکنه دیگه. بنابراین منطق علم جلوگیری از خطای در اندیشه است. البته این نکته رو بهتون تذکر بدم و اون اینه که درسته که منطق علم جروگیری از خطایی در اندیشه است اما این الزاما به این معنا نیستش که هر کس منطق خونده یا منطق نوشته خودش در دام این خطاها گرفتار نشه چرا میشه منتها متوجه میشه که داره خطا میکنه اشتباه میکنه و همون گونه که میبینید ارزشمندترین توانایی انسان تفکر و اندیشه است بچه ها شما میدونید که اگر بخوایم که انسان رو تعریف کنیم میتونیم بگیم موجودی است که متفکره شما اگر ندونید داریم در مورد چی صحبت میکنیم همین که بگیم در مورد موجودی که تفکر میکنه و اندیشه داره داریم صحبت میکنیم متوجه میشید که داریم در مورد انسان صحبت میکنه پس فصل ممیزه یا جدا کننده موجودی به نام انسان تفکره و مشکل اینجاست که ما در این تفکر دچار اشتباه و خطا میشیم اما خیلی وقتا انسان در فکر کردن دچار اشتباه و خطا می شود و این اشتباه در فکر کردن باعث خطا در قضاوت های ما می شود به همین دلیله که خیلی به ما تکیه می کنن و از ما می که خواهش می کنیم که قضاوت نکنید در مورد دیگران شاید برای شما پیش اومده باشه مثلا یه شبی اتفاقا نصف شب از خواب بیدار میشید اتفاقا به کوچه نگاه میکنید از پنجره و یه شخصی رو میبینید که در کوچه در حال عبوره متاسفانه اولین چیزی که به فکر ما میاد اینه که یک دزده برای دزدی اومده یا خلاصه برای کار سالمی نیومده ولی بچه ها میشه انواع و اقسام گمان و قضاوت دیگر هم در این رابطه کرد این ممکنه شخصی باشه که شبکار دیر به خانه میاد یا مشکل بیماری روانی یا بدنی یا هر چی براش پیش اومده رفته دکتر یا مادرش مریض شده رفته به مادرش سر بزنه ما اولین چیزی که به فکرمون میاد اینه که چرا یه شخصی باید ساعت دو و نیم سه نصف شب توی خیابون باشه و به این میگیم خطا و دچار اشتباه شدیم در قضاوت چرا؟ چون در تفکر دوچار اشتباه شدیم منطق درسیست و است که به ما میگه که شما باید جلوی خطا در تفکر و همچنین در قضاوت رو بگیرید این خطای در اندیشه و تفکر رو از نظر منطقی بهش میگن مقالطه یا سفسته این دو کلمه رو شنیدید حتما در قبل مثلا شما یه نفر باهاتون صحبت میکنه میگن خیلی داری مقالطه میکنی بیشتر به این معنا متوجه میشید که داری از آب گلالود ماهی میگیری یا شنیدید که میگن که انقدر سفسته نکن کاملا میفهمیم منظور یعنی چی سفسته کردن یعنی طریقی غیر درست انتخاب کردن و تلاش برای اینکه شنونده رو به خطا و اشتباه انداختن به این منظور ما این دو کلمه رو برای خطای در اندیشه و البته خطای در قضاوت به کار میبریم حواستون باشه شما همتون دوچار مقالطه و سفسطه میشید من هم میشم هر کسی تو زندگی ممکنه همچین مشکلی براش پیش بیاد این نه اینکه اشکال انسان باشه اصلا شما این رو بگیرید که یکی از وجوه تفکره ولی منطق به ما یاد میده که کجا مقالطه کردیم و هر دفعه از مقالطه یا سفسطه‌مون باید کم کنیم تا بتونیم تفکر شریف و سالمی داشته باشیم. همون گونه که میبینید مقالطه ها دارای انواع و اقسام مختلفی است که بعضی وقتا عمدیه و بعضی وقتا غیر عمدیه. واقعا شما دیدید که در قضاوت های مختلف دارای خطاهای عمدی و غیر عمدی مختلف و متفاوتی میشید. برای مثال برای اینکه ذهنتون نزدیک بشه به این قضیه بهتون بگم که شما میرید یه سلمونی مثلا موهاتون رو کوتاه میکنید یا یه آرایشگاه موهاتون رو آرایش میکنید و خیلی خوشتون میاد از این اتفاق یعنی خیلی خوب موهاتون رو کوتاه میکنه آیا لزوما چون موهای شما رو یه آرایشگاه خوب کوتاه کرده بس معناش اینه که بقیه اشخاص هم موهاشون رو خوب کوتاه میکنه یعنی این خلاصه برای همه آرایشگر خوبیه یا مثلا اتفاقا برای شما موهاتون رو کوتاه کرده شما برای یک بار این اتفاق افتاده نمیتونید برید به پسر خالتون یا به پسر عموتون بگید که من رفتم فلان سلمونی موامو زده خیلی خوب زده شما از این به بعد برید پیشون و بارها دیدید که اون شخص میره اونجا بعد با ناراحتی میاد میگه که بابا این چه سلمونی بودش که تو معرفی کردی موهای من خراب اما اگر این اتفاق دو بار بیفته یا سه بار بیفته یا مدت ها بیفته یعنی شما سالها یک آرایشگاه خاصی برید و همیشه موهاتون رو خوب بزنه و موهای دیگران رو هم خوب بزنه احتمال خطا پایین میاد به این میگن عمدی و گاهی هم غیر عمدی یعنی شما ندانسته فکر میکنید که کار درستی رو دارید انجام میدید ولی واقعا کارتون درست نیست انسان مرتکب مقالطه های بسیار زیادی میشود که قابل ذکر و شمارش نیست یادتون باشه متاسفانه ما میتونیم تفکر رو تقسیم بندی کنیم و تعداد و انواعش رو بگیم اما تعداد مقالطه ها و سفسته ها قابل اندازه گیری نیست و این یکی از مشکلات منطق است. مقالطه ها می توانند مانند بیماری هایی باشند که فکر انسان دچار آنها می شود و در نتیجه روند تفکر درست را مختل می کنند. شما درگیر بازی شطرنج شدید یه موقعی یا نه که موقع خواب حتی خوابش رو میبینید که اگر فلانی فلان مهره رخ رو مثلا بذاره تو خونه 5 آ من باید چه بازی بکنم؟ حتی در خوابم شما فکرتون گرفتار این بازی هستش که چگونه باید این بازی رو ادامه بدم. یا اگر خوشنویس باشید دیدید که هر کلمه‌ای که میشنوید دوست دارید خوشنویسی‌ش رو بدونید چیه؟ یا هر شکلی رو که میبینید اگه نقاشی کار کرده باشید میبینید که چقدر دوست دارید که اون شخص رو یا اون منظره رو نقاشی کنید. همین گونه است مغالطه، فکر آدمو بیمار می‌کنه ها دیدید میگن یه نفر هستش که منفی نگره. کلن آدم منفیه حتی اگر بهش تعارف بکنی بگی بفرمایید میگه این داره دروغ میگه ها این راست نمیگه یا مثلا اگر دعوتش بکنی به جایی مثلا به مهمونی یا به غذاخوری به هر جا این فکر میکنه که تمام اینا یک نقشه است برای اینکه یک نقشه پیاده بکنه چون ذهن انسان بیمار که بشه متاسفانه نمیتونه از این ورطه خارج بشه نامهای دیگه مقالطه ای که خطایی در اندیشه است خطایی در اندیشه مثل اینکه که بگیم که هر وقت که شب است ستاره ها در آسمان دیده می شوند الان شب است پس حتما ستاره در آسمانه در صورت که ممکنه شما نگاه بکنه و ستاره ها دیده نشند دلیلش اینه که آسمان ابریه این یه نوع خطای اندیشه خیلی ظریفه ها یعنی گوینده دیگه یه پارامتر اگر ابری نباشد رو نیاورده و شما از آن کردید و قبول کردید که بله شب که باشه ستاره ها دیده میشه پس یه نامش خطای در اندیشه است نام دیگرش همان سبسته است پس مقالطه اسم دیگرش هست سبسته هر دوش به یک معنی است معنای دیگرش بیماری های تفکر محسوب می یعنی متاسفانه فکر انسان که اون صفت برتر انسانیت بیمار میشه و مقالطه میکنه و اشتباه فکر میکنه شما خیلی وقتا شده دیدید که ماشینی که با سرعت داره به سمت جلو حرکت میکنه رینگاش داره به سمت برعکس و آروم حرکت میکنه انگار داره مثلا با سرعت 20 به سمت عقب میره این اشتباه بسری ما، اشتباه دیداری ماه همین مسئله میتونه در مورد تفکر هم وجود داشته باشه و خیلی وقتا ما خیلی چیزا رو اشتباها متوجه میشیم و میشناسیم و مقالطه میتونه عمدی یا غیر عمدی هم باشه و نکته دیگه اینکه که انواع گوناگونی داره که قابل شمارش نیست در زبان عادی میگیم که مقالطه نکن میبینید؟ عادی یعنی مردم عادی مردمی که منطق نخوندن مقالطه نکن یعنی فضا رو سمی نکن گرد و خاک نکن که ازش استفاده کنی یا سو استفاده یا فلانی دچار مقالطه شده یعنی اشتباه کرده خطا کرده این خطای در اندیشه دی. در دو حالت صورت میگیره فردی عمدن یا به صورت غیر عمدی استدلال میکند یا تعریف غلطی میکند خیلی اتفاق زیاد میافته ببینید من اگر به شما بگم که شکل رو تعریف کن و شما به من بگید که یکی از اشکال دایره است درسته اما اگر به من بگید دایره چیه و من بگم یک نوع شکله شما پی نمیبرید به اون شکل دقت فرمودید یا اگر به من بگید قرمز چی هست من اگر به شما بگم قرمز یک نوع رنگه شما پی نمیبری به قرمز که به صد تا رنگ ممکنه فکر بکنید بنابراین من عمدن یا به صورت غیر عمد اومدم یه تعریف غلطی به شما دادم اگر شما به من بگید که آقا روز کی هست من بگم وقتی که شب نیست این تعریف مقالطه ایه سفسته کردم یا اگر بگید شب کی بگم روز نیست تعریف مقالطه ای کردم اینو در منطق بهش میگن دوری بودن تعریف شما نباید تعریفتون دوری باشه یعنی میگیم که یه نفر حالش خوبه یعنی چی جواب نمیتونه به دیگه وقتی که حالش بد نیست الزاما کسی که حالش بد نیست حالش خوب نیست ممکنه بین این دوتا باشه بنابراین فردی عمدن یا به صورت غیر عمد استدلال میکند که اون رو میگن در تعریف اما گاهی شنونده نیست فریب استدلال یا تعریف غلط مقالطگر را میخورد مثل من و شما به ما میگن که مثلا قطار یک ساعت دیگه میرسه ما میگیم که چطور یک ساعت دیگه میرسه میگن که برای اینکه بلیتی که شما خریدید برای ساعت دو بوده و قطار باید ساعت ده برسه یک ساعت دیگه ساعت دهه ولی ممکنه که قطار به دلایلی بیسته یا خراب بشه یا هر چی دیگه شما سه ساعت دیگه هم نرسید این اشکال در استدلال و مقالطه گر رو به اشتباه و فریب میندازه یا من به شما میگم که من لیسانس دارم به دروغ و هر کس که لیسانس داره حتما دیپلم داره پس من دیپلم دارم در صورتی که دیپلم هم ندارم منظورم اینه پس فریب در شنونده هم وجود داره پس یه نفر که استدلال میکنه فریب میده سبسته داره یا کسی که میشنوه فریب میخوره میبینید که ما به هر دو شکل بالا مقالطه میکنیم اما تعریف منطق ببینیم چی هست منطق سعی میکند بهترین و درستترین راه اندیشیدن را به ما نشان دهد تا دچار خطا و اشتباه سفسته و مقالطه نشیم خطا یا اشتباه یا سفسته یا مقالطه پس این چهار کلمه هر چهارتاش یک معنا میده و سریع و دقیق به نتیجه برسیم منطق سعی می کند بهترین و درستترین راه اندیشیدن را به ما نشان دهد پس اندیشه میتونه راه های مختلفی داشته باشه داشت. منطق علمی است که در پی جلوگیری از مقالطه یعنی چی یعنی خطای در اندیشه است ما در اندیشه خطا میکنیم ما موجوداتی هستیم که خطا کار اندیشه ایم یا در تفکرمون خطا میکنیم خب حالا راهکار جلوگیری از مقالطه یا سفسطه چیه به نظر شما ما چگونه میتونیم جلوی مقالطه رو بگیریم قواعد کارکرد ذهن را برای ما توضیح میده چی توضیح میده منطق خب مخاطبین عزیز کارکرد ذهن چه قواعدی داره اسم قواعد کارکرد ذهن منطقه منطق دارای قواعد کارکرد ذهنیه که ما رو برای جلوگیری از مقالطه و سفسطه مجهز و تجهیز میکنه یعنی میگوید که انسان چگونه فکر کند و به نتیجه برسد یعنی چی یعنی مثلا پدران ما مادران ما یا اقوام ما دوستان ما که منطق نخوندن نمیتونن فکر کنن و به نتیجه برسن دقیقا هم فکر میکنن هم به نتیجه میرسند. منتها به نتیجه رسیدن کسانی که منطق نخوندن خیلی ممکنه به غلط بی انجامه به خطا بی انجامه اشتباه باشه دو منطق ما را با اقسام مقالطه ها آشنا میکند که گفتیم بسیار مقالطه زیاد داریم یکی دوتا نیست مقالطه های گوناگون داریم شاید صدها نوع مقالطه داریم روش جلوگیری از این خطاها را شرح می که ما در درس های آینده کاملا متوجه میشید که منظور من از این گفته چیه یکی از مثالاشو همین الان براتون بزنم یه اصطلاحی در عوام و در بین مردم هست و اونه که دیوار موش داره موش هم گوش داره حتما شنیدید شما نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که دیوار گوش داره در صورت که دیوار گوش نداره وقتی دوتا مقدمه کنار هم میان که یکیش غلط باشه نتیجه غلط میاد شما الان تو ذهنتون باشه که این استدلال عوام چرا غلطه تا برسیم به نوبت اینکه فرصت تدریس اون مسئله هست رو براتون توضیح بدم که این استدلال چرا غلطه منطق بیش از هر چیز بر آموزش شیوه درست اندیشیدن تاکید میکنه پس دیگه انقدر من تاکید کردم و گفتم دیگه فکر کنم یاد گرفتید که بیشترین کاربرد منطق آموزش شیوه درست اندیشیدنه و منطق کارش همین است دلیلش اینه که مقالطات بیشماری وجود داره و نمیتوان آنها رو آموخت ببین ما نمیتونیم بریم مقالطه ها رو یاد بگیریم همه رو مثل یک پزشکیه که نمیتونه بره همه بیماری ها رو یاد میگیره میاد پزشکی میخونه ببینه در پزشکی چه علتهایی باعث میشه یه نفر بیمار بشه جلوی اونا رو میگیره وگرنه ما صدها و هزاران نوع بیماری داریم پزشکان که همه اینا رو بلد نیستن که شما قبول دارید این رو پزشک از علت به معلول میبره نمیره ببینه چه بیماریه میاد میگه تو چی خوردی یا چه نوع شخصیتی هستی سردمزاجی گرمزاجی یا مثلا ورزش نمی کنی، یا سیگار میکشی اینا رو بررسی میکنه میگه تو فلان بیماری داری وگرنه شناخت همه بیماری ها اصلا اسمش هم شما بخواید بشنوید تا آخر عمر ما مجال نمیده مغالطات بیشمار است و نمیتوان آنها را آموخت واقعا نمیشه آموختشون اما با دانستن قواعد منطق میتوان از ارتکاب به آنها جلوگیری کرد عزیزان تمام اینها رو در درس بعد خواهیم خوند که چگونه میشه از ارتکاب به آنها جلوگیری کرد ببینیم قواعد و نحوه کارکرد ذهن چیه منظور از نحوه کارکرد زن اصلا زیست یا فیزیولوژیک نیست منظور از این چیه میدونید که انسان مغزش دارای میلیاردها سلوله که اینها هر کدوم کارهای خاص و مربوط به خودشون دارن که اگر یک بست از اینا کاراشون درست انجام ندن انسان در تفکر و در سخن گفتن دارای اختلالاتی میشه ولی در منطق منظورمون بحث فیزیولوژی یا زیست شناسی نیست به هیچ عنوان ببینید فرض کنید شما میدونید که شاهین دانشجو است شاهین اسم یک پسره و چون از قبل میدانید هر دانشجویی باید دیپلم داشته باشد اینجوری دیگه شما بدون دیپلم که وارد دانشگاه نتونش. بدون اینکه دیپلم شاهین را دیده باشید حکم میکنید شاهین دیپلم دارد این یک قاعده منطقی بسیار قویه ببینید نه ما از میکروسکوپ استفاده کردیم نه چیزی رو تجزیه کردیم نه تو آزمایشگاه رفتیم نه ماده ای در دست داشتیم صرفا تفکر کردیم دیدیم یه دانشجو داریم و پی بردیم که این دانشجو دیپلم داره بدون اینکه دیپلم و مدرک اون رو دیده باشیم دقت فرمودید اما قواعد تفکر انسان چیست اولا که این قواعد رو ما درست نمی کنیم بلکه به صورت طبیعی در ذهن هستند و ذهن به طور طبیعی طبق این قواعد و اصول فکر می کند بی که حتی نام این قواعد را بداند و آنها را بشناسد ببینید این که میگم پدر بزرگ و مادر بزرگ شما منظورم افرادی هستن که منطق نخوندن یا افراد عادی اینا که منطق نخوندن اما وقتی گرسنه نمیشن غذا میخورن این یه کار منطقیه وقتی میخوان سالم باشن ورزش میکنن این یه کار منطقیه وقتی که سی گرست نست نمیره از کوه بره برای که سیر بشه چون این کار غیر منطقیه بنابراین زندگی منطقی یک زندگی طبیعیه انسان طبیعتا منطقی زندگی میکنه شما چرا در زمستان لباس های گرم و زیاد میپوشید؟ چون سرده و چرا در تابستان سعی میکنید از لباس های استفاده کنید که خونک باشه و رنگش روشن باشه تا مثلا نور خورشید رو جذب نکن. اینا همش منطقیه و طبیعیه منتها ما در منطق میایم اینا رو یاد میگیریم مثل مثال قبلی که خدمت شما گفتم اما نکته دو اینه که تفکر برای انسان امری غیر ارادی است مثل وقتی که یه شاخه ای میخواد وارد چشم شما بشه دیدید شما نخواسته و ندانسته پلکتون رو میبندید چون طبیعیست است تفکر طبیعی است مثل تبش قلب ما و ما نمیتوانیم جلوی آن را بگیریم جلوی چی رو جلوی تفکر رو شما تا وقتی بیدارید فکر میکنید انسان نمیتونه فکر نکنه حتی اون زمانم که فکر میکنید که فکر نمیکنید دارید فکر میکنید درسته ولی وقتی خواب هستید چون مغز انسان در حال استراحته دیگه فکر نمیکنید برای همین خواب میبینید و خوابهای ما بسیار های بازیه یعنی شما میتونید از منطقه خودتون از شهر خودتون از کشور خودتون خارج شید شما در خواب پرواز میکنید شما در خواب دانشمند میشید قوی میشید مریض میشید چون دیگه تفکر در کار نیست یک نوع پروازه مغز شما آزاده اینجا رو دقت کنید ولی میتوانیم موضوع تفکرمان را انتخاب کنیم بسیار مهمه مثل یک شاعر نمیدونم چقدر با شعر آشنایی دارید یک شاعر میتونه موضوع شعرش رو انتخاب کنه همینجوری نیستش که خب من بشینم یه شعری بگم ببینم چی میشه نه باید موضوع شعر رو انتخاب کن. سه اینی که ذهن هم با این که طبق قواعد خودش کار میکند گاهی اشتباه میکند عجب یعنی ذهن هم داره اشتباه است که بیشتر در استدلال های پیچیده و در تعریف دقیق اصطلاحات رخ میده دوستان عزیز استدلال های پیچیده استدلال هستند که چندین مقدمه دارن مثلا میگیم که جهان یا جهان طبیعت یا غیر طبیعت نیست ببینید یک استدلال پیچیده است شکل یا دایره است یا غیر دایره نیست نتیجه گیری از این استدلال ها مشکله یا من به شما بگم آیا مفهوم دره در بین دو کوه یک مفهوم وجودیه یعنی وجود داره یا یک مفهوم عدمیه یعنی وجود نداره خوب دقت کنید چی دارم میگم ما چیزی به نام دره نداریم عزیزان یعنی دره وجود نداره بلکه دو تا کوه وجود داره که در کنار هم دره رو تشکیل داده بنابراین شما دارید در مورد یه چیزی که وجود نداره حکم میدید میگید این چه دره زیباییه شما دارید اشتباه میکنید شما دارید در مورد کوه کوه آ و کوه کوه ب صحبت میکنید نه درباره دره سه مثلا ما در تفکر چیزهایی که وجود نداره رو موجود میانگاریم مثل دره و اتفاقا چیزایی که وجود دارن و ناموجود می انگاریم مثل خداوند که خیلی وقتا میگیم چون دیده نمیشه چون احساس میشه پس نیست شما بالهای هلیکوپتر رو دیدید با چه سرعتی حرکت میکنه ولی چشم شما فکر میکنه داره برعکس و خیلی کند حرکت میکنه و به این میگن مقالطه در تفکر پس علم منطق مجموعه قواعد حاکم بر ذهن و تفکر آدمی است که توسط منطق دانان کشف شده است فرق کشف و اختراع چیه دوستان اختراع عبارت است از آن چیزی که وجود داره و ما اینو سر هم می‌کنیم اختراعش میکنیم مثل اختراع برق مثل اختراع ماشین اما کشف یعنی چیزی که در طبیعت هست و پنهانه کشف شده منطق کشف شده این معنی داره یعنی ما در زندگیمون منطق داریم اما باید پیداش بکنیم کشفش بکنیم دوباره میگم منطق مجموعه قواعد حاکم بر ذهن و تفکر آدمی است که توسط منطقدانان کشف شده است یعنی وجود داره و کشفش کرده خلاصه نحوه کار کرده ذهن ذهن دارای قواعدی است که منطقدانان آنها را کشف کردند مثل دو, دو, تا چارت مثل اینکه هر گوسفندی علفخار است هر علفخاری سم دارد پس هر گوسفندی سم دارد این کشف منطقیه کارکرد ذهن به صورت طبیعی بر طبق این قواعد عمل می کند. به صورت طبیعی یعنی ذهن ما خواسته و نخواسته ما بخوایم و نخوایم به این صورت عمل میکنه به صورت منطقی منظور و به صورت غیر انرادی میاندیشد ارز کردم شما به هیچ عنوان نمیتونی فکر نکنید مثل یک فردی بود که اومده بود اثبات کنه پیش ابن سینا که فلسفه غلطه و وجود نداره حدود یک ساعت استدلال می آورد به این دلیل به این دلیل به این دلیل فلسفه باطله و بعد ابن سینا گفت من معذرت میخوام از شما که اینو میگم ولی شما یک ساعت دارید فلسفی صحبت میکنید چون دلیل آوردن یعنی فلسفه و شما دارید با فلسفه فلسفه رو رد میکنید بنابراین انسان به صورت غیر ارادی فکر میکنه و نمیتونه فکر نکنه ممکن است در استدلال های پیچیده و تعاریف خاص دچار اشتباه شود همونجوری که عرض کردم این یادتون نره دوستان استدلال های پیچیده و تعاریف خاص خیلی سخته تعاریف خاص مثل چی برای اینکه ذهنتون آماده بشه مثلا من از شما میخوام که زیبایی رو تعریف کنید واقعا کار سختیه لذت رو تعریف کنید انسانیت آزادی عدالت اینا تعریف های بسیار مشکلی داره شما چطور میتونی لذت رو تعریف کنی؟ شما چطور میتونید زیبایی رو تعریف کنی؟ مگه اصلا قابل تعریفه؟ شما نمیتونی بگی شخص زیباها شما نمیتونی بگی منظره زیبا زیبایی تعریفش چیه؟ یعنی اون ملاکی که ما هر چیزی رو میبینیم میگیم این زیباه به چه دلیل میگیم زیباه اونو میخوایم و اشتباه معمولا همینجا اتفاق میاد در تعریف خاص در چیزایی که قابل تعریف نیست یا خیلی سخت و پیچیده است مثلا شما زیبایی رو به یه نفر بگید این کارو بکنید واقعا از برادرتون خواهرتون دوستتون بگید زیبایی رو تعریف کن ببینید چه چیزایی میشنن میگن زیبایی یعنی قشنگی خب این که تعریف نیست قشنگی یعنی چی لذت یعنی چی؟ لذت جسمیه، لذت معنویه، لذت روحانی و تازه لذت روحانی تعریفش چیه؟ لذت معنوی تعریفش چیه؟ ما کی به لذت روحانی میرسیم؟ چه کسی رسیده؟ آیا اونایی که رسیدن واقعا فکر میکنن رسیدن؟ یا واقعا رسیدن؟ یعنی باید به اینها دقت کنیم انسان خیلی در شرف این هستش که اشتباه بکنه و مقالطه و سفسته داشته باشه و باید خیلی نگران این مسئله اما علم منطق ابزار به این کلمه ابزار دقت کنید ممکنه در تست و سوال بیاد که منطق چه نوع علمیه حتما باید بگید علم ابزاریه علم ابزاری یعنی ازش استفاده میشن برای سایر علوم پس این علم به علوم دیگر خدمت میکنه منطق در علوم مختلف استفاده میشود تا درستی فرایند تفکر را بررسی کنه دقت فرمودید مثال میزنم خدمت شما در حدود سال مثلا 1905 فیزیکدان ها اومدن گفتن که در منظومه شمسی باید یک سیاره دیگه ای وجود داشته باشه که ما نمی بینیمش فیزیکدانان دیگر گفتن خب دلیل حرف شما چیه گفتن به خاطر کشش و اون مغناطیسیه که در فضا وجود داره ولی اون شی دیده نمیشه دقت کردید از نظر منطقی میگفتن باید یک سیاره دیگه باشه ولی ما نمیبینیم یک سیاه چاله دیگه باشه که ما نمیبینیم نمیدونم یادتونه در سال 97 این سیاهچاله پیدا شد یعنی حدود بعد از 100 سال بدون اینکه دیده باشن و منطقیش این بودش که ما داریم کشش رو میبینیم مغناطیس رو میبینیم اما اون شیع رو نمیبینیم و پیدا شد و این منطق رو خیلی بهش کمک کرد که دانشمندان بهش پوهن مثبت بدن به اصطلاح به مثال دقت کنید ماده و محتوای علم فیزیک توسط خود این علم به دست میاید. اما فیزیکدانان با استفاده از منطق روند تفکرشان در این علم کنترل میکنن یعنی چی یعنی میگن که شما در فیزیک مثلا میگن که هر وقت که ماده ای دور هسته بچرخه، انقدر گرما به دست میاره چرا میگن هر وقت این کلمه هر وقت دیگه فیزیکی نیست منطقیه چون یه بار دو بار پنج بار صد بار هزار بار دیدن که وقتی که اون اتم ها دور هسته میچرخند گرما ایجاد میکنن اومدن حکم کلی دادن حکم کلی برای منطقه هر وقت این اتم ها با این سرعت به دور هسته بچرخن این مقدار گرما ایجاد میشه و این خیلی جالبه که منطق در فیزیک همچین کاربردی داره یعنی با استفاده از منطق تلاش میکند تعاریف دقیقی از مفاهیم فیزیکی ارائه دهند و استدلالهایشان را منطقی جلو دهند که نتایجش درست باشد ادامه علم منطق ابزاری در خدمت سایر علوم که منطق را میتوان به سیستم کنترلی خود رو تشبیه کرد سیستم کنترلی خود رو اگه آشنا باشید که فقط نحوه درست کار کردن بخش های مختلف خود رو, رو کنترل میکنند اما موجب حرکت ماشین نمی شود منطق میاد اینا رو تست میکنه انواع اقسام مدارات ماشین رو اما موجب روشن شدن ماشین دیگه سیستم کنترلی نیست سیستم برق ماشین پس ببینید به کار بردن منطق موجب پدید آمدن بنای فکری مستحکم می شود اما محتوای بنای فکری را در اختیار ما نمیگذارد. محتوای بنای فکری یعنی فیزیک، شیمی، ریاضی اینها اینها محتواهای مختلف منطقن اما منطق در بین اینها میاد مدارات منطقی رو انجام میده خب ببینیم چه نکاتی رو داریم اینجا ذهن گاهی وقتا نمیتواند به راحتی این قواعد را رعایت کند این قواعد یعنی چی یعنی قواعد منطقی به خصوص در جاهایی که با استدلالهای پیچیده روبرو میشه در اینجا علم منطق به ما کمک میکند تا فرایند تفکرمان را با دقت بیشتری بررسی کنیم تا دچار اشتباه نشد. چون به این دقت کنید منطق قواعد ذهن را دستبندی میکنه اینا رو کاملا در درسای بعد متوجه میشید و توضیح میدم با به کار بردن آن یعنی چی قواعد ذهن می توانیم سریعتر و دقیقتر خطای اندیشه را تشخیص دهیم. نکته بعد این که صرفا دانستن منطق برای قواعد منطقی کافی نیست. منطق علمی کاربردی است یعنی اگر بخوایم در روند تفکرمان کمتر دچار خطا شویم باید آن را به کار ببندیم. پس منظور از کاربردی به معنی به بردن در زندگیه. دانستن منطق به تنهایی نمیتواند موجب جلوگیری از خطا شود کلمه دانستن من توضیح کوتاه بدم ما یه علم داریم یا ایمان داریم علم مهمتره یا ایمان ببینید هر کس که سیگار میکشه میداند میداند که سیگار برای سلامتی ضرر داره اما میکشه میدونید چرا چون ایمان نداره صرفا وقتی که یه پزشک بهش بگه اگر تو دو تا دیگه سیگار بکشی میمیری اون وقت ایمان پیدا بنابراین دانستن منطق به تنهایی نمیتوانم موجب جلوگیری از خطا شود ما بسیار منطق داریم که خیلی خطاهایی در اندیشه میکنن خطاهایی در فکر میکنن انسان به هر حال دوچار مقالطه می شود یعنی حتی اگر منطقدان هم باشیم ممکن است در دام مغالطه ها بیفتیم مثل دکترها که گاهی خودشان بیمار میشوند درست دیگه خود پزشکا بیمار میشون، مکانیکا ماشینشون خراب میشه چند نکته به عنوان بیاموزید داشته باشید مقالطه ها مانند هایی هستند که باید سعی کنیم به دنبال پیشگیری از آنها باشیم یعنی به هر حال وجود دارند دوستان عزیز به هر حال مقالطه ها وجود دارند و ما باید آماده باشیم که با آنها روبرو بشیم نکته بعد این که مهارت در منطق نیازمند تمرین عملی است نه دانستن نظری مثل رانندگی رانندگی بیشتر ف کار عملی دیگه ندانستن هرچند که دانستنش لازمه اما باید بری انجامش بدید مثل آشپزیه مثل پزشکیه مثل جراحیه توجه فرمودید دانستنش مهمه ولی انجام دادنش خیلی فرق داره الان در منزل اکثر ماها کتاب های آشپزی وجود داره اما الزاما ما آشپزهای خوبی نیستیم بنابراین منطق نیاز به مهارت در تمرین عملی نکته بعد این که منطق ابزاری در خدمت سایر علوم است درست مثل سیستم کنترلی خود رو پس حتما دقت به این کلمه ابزار بکنید اگه در جایی اومد و اون نم به معنای این نیستش که منطق علم به در نخوری ها چون ابزاره اتفاقا کمک میکنه شما اگر در جایی بخواین یک شیعی رو از دیوار باز کنید که با پیچ بسته شده فقط یه پیچکوشتی لازم دارید حتی اگر قوی ترین مرد دنیا باشید نمیتونید پیچ رو باز کنید پس ابزار بسیار مهمه منطق فقط شکل و چارچوب هر علمی را مستحکم می کند و محتوایی برای علوم فراهم نمی کند. یعنی مثل ساختمونیه که فوندانسیونش منطقه اون تیراهنایی که جوش میدن اون منطقه اما شکل و چارچوب داخلیش رو یا محتواش رو کاری باهاش نداره در مورد محدوده کاربرد منطق باید خدمت شما ارز کنم که در همه عرصه های زندگی انسان کاربرد داره منطق و ما هر روز میخواهیم چیزی را یاد بگیریم و چیزی را یاد بدهیم فریب دیگران را نخوریم و استدلال های درست را از نادرست تشخیص دهیم مثل هر فروشنده در معامله با خریداران استدلال های به کار میبرد تا خریدار را برای خرید کالا قانع کند خریدار باید بتواند تشخیص داد که استدلال فروشنده درست است یا خیر بدون اینکه من بخوام توهینی به شغل خاصی بکنم فقط برای مثال خدمت شما میگه معمولا شما وقتی برای خرید میرید یک ای یا یک کالایی رو بخرید بیشتر اوقات میشنوید که فروشنده میگه من تو خونم هم از همین استفاده میکنم و این شما رو مجاب میکنه این مقالطه باعث میشه شما اون جنس رو تهیه بکنید و بخرید این یک مقالطه خیلی عادی در بین مردم هستش یا تمامی نشریات و رسانه ها در مطالب خود استدلال هایی را به نفع عقاید مورد نظرشان مطرح میکنند ما باید بتوانیم این استدلال ها رو تشخیص دهیم و درستی و نادرستی آنها رو بررسی کنیم پس منطق در دو جا کاربرد داشت یکی در بیزینس در استفاده از کار و شغل یکی هم در نشریات که خب هر نشریه و هر رسانه ای دوست داره که اون نظرات و عقاید خودش رو ارائه بده شما باید به اون فکر کنید و حواستون باشه همچنین اغلب آگهی‌های های تجاری نیز نوعی استدلال هستند و ما نیازمند تشخیص درستی استدلال این آگهی‌ها. هستیم به هر حال میدونید که آگهی تجاری تلاش میکنن که کالای خودشون رو به فروش برسونن و براش استدلال میارن معمولا این کلمه برند که به کار میره همیشه که برند ها واقعا بهترین اجناس نیستن که یا مارکدارها دارها بهترین اجناس نیستن اینها با آگهی های تجاری به اینجاها میرسن البته خب کارشون هم درست در مورد اقسام دانش بشری انسان دو نوع علم داره یا تصوره یا تصدیقه دوستان من دقت کنید همین الان رو یاد بگیرید تصور همون جوری که میدونید یعنی شما چیزی رو در ذهنتون بیارید و تصورش بکنید صرفا همین نگید خوبه یا بده ها نگید تموم شده تموم نشده نگید که بلنده یا کوتاه فقط تصور کنید مثل ساعت انسان دیروز موبایل لپتاپ کیبورد کوه ببینید اینا تصوره اما تصدیق عبارت است از اینکه کوه زیبا است ببینید فعل داره است داره یا کوه بلند نیست در حال یا است یا نیست دیگه اینا دقت بکن ببین میگن تصدیق من اگر الان بگم کوه بلند تصوره یا تصدیقه درسته تصوره چون هنوز بهش نسبتی ندادم اگر الان بگم کوه بلند زیبا تصوره یا تصدیقه تصوره هنوز نسبتی ندادم کوه بلند زیبای سلسله جبال آل تصوره حالا زیبا است تصدیقه پس دانش بشر دو جوره یا تصور یا تصدیق شما قبول دارید دیگه یعنی یا ما یه چیزی رو در ذهنمون تصور میکنیم جزیره کوه اقیانوس یا تصدیق میکنیم اقیانوس زیباس اقیانوس وسیع پهناوره این از دانش بشر تصورات مفاهیمی هستند که به آنها نسبتهای است و نیست داده نمیشود و در جواب چیست میآید جزیره چیست اقیانوس چیست کوه چیست دیدید پس اونی که در مقابل چیست میاد میشه تصور تصورات در واقع درکی است که ما از یک مفهوم داریم این مفهوم میتواند شی باشد مثل کتاب یا یک مفهوم ذهنی باشد مثل خواندن کتاب یا کتاب خواندن درسته یا یک حالت باشد مثل اشتباه شنیداری پس دقت کردید که تصورات میتونه اینها باشه و خیلی هم طولانی میشه باشه همونجوری که عرض کردم کوه زیبای بلند سلسله جبال آب در اروپا این تصور هنوز و در جواب چیست میاد دو ویژگی تصور اولا که در تصور یک مفهوم کاری به واقعی بودن یا نبودن آن نداریم مثلا قول شش چشم این تصور. یعنی فقط یک مفهوم را میشناسیم اما به این فکر نمی کنیم که آن مفهوم واقعا وجود دارد یا نه مثل دریای طلا این یک تصور دومی که در تصور یک مفهوم با نسبت میان آن تصور با مفاهیم و تصورهای دیگر کاری نداریم یعنی قرار نیست صفتی رو به یک تصور نسبت دهیم اگر این کارو کنیم چیکار کردیم تصدیق ساختیم میگه یعنی ما نباید بیایم بگیم دریای طلا وجود ندارد تصدیق ساختیم اصلا در تصور ما نباید نسبتی رو بیاریم اما تصدیق چیه در تصدیق تصوری را به تصور دیگر نسبت میدهیم دقت فرمودید کتاب یک تصوره مفید یک تصوره است رابطه به علاوه اینجا میذاره میگه کتاب مفید است این جمله یک تصدیق است زیرا در آن کتاب را به مفید نسبت داده البته میتونه باشه کتاب مفید نیست به هر حال از تو نیست تصدیق به ما میده معنای نسبت فقط مثبت نیست گاهی منفی است گوسفند گوشتخوار نیست این هم تصدیق است با اینکه یک تصدیق منفی است پس تصدیق دارای فعل ربطی از تو نیسته اما تصور داره و این فعل نیست چگونه تصور را از تصدیق تشخیص دهیم یک همونجوری که عرض کردم تصورات اگر چند کلمه هم باشن شبیه یک جمله ناتمام هستند ولی تصدیق یک جمله کامل هستند سلسله کویی که بلند است این تصوره ببینید سلسله کویی که بلند است خب شما میگید خب چیه زیباست زیبا نیست توی روستای ماه یا توی اروپا با اینکه فعل است داره دقت کنید دیگه تصوره سلسله کویی که بلند است دیدنیست شد تصدیق پس صرفا جمله‌ای که داره ازت هست لزوماً تصدیق نمیشه ممکنه جمله تموم نشده باشه سلسله کویی که بلند است خب چیه دیدنی حالا تصدیق شد. دومین راه تشخیص تصور از تصدیق اینه که نمیتوانیم بگویم یک تصور درست است غلط مثلا میگیم جزیره شما نمیتونیم بگی نه غلطه خب چی غلطه جزیره که نسبتی به اینش ندیدیم یا بگیم کوه بگیم آن درسته بنابراین در تصور ما درست و غلط نداریم اما در تصدیق میتونیم بگیم درست و غلطه مثلا بگیم الان شب است اگر روز باشه میشه غلط یا کاذب به اصطلاح منطقی یا بگیم الان روز است بگیم صادق یعنی درسته پس تصدیق قابل صدق و کذبه اما تصور قابل صدق و کذب نیست مداد رو نمیشه گفت درسته یا غلطه اما مداد رنگی گران است توان درسته یا غلط باشه میتونیم بگیم درسته میتونیم بگیم غلط چه نتیجه میگیریم پس دانش دو قسمت شد یا تصوره یعنی آن چیزی که در مقابل چیست میاد جزیره چیست کوه چیست یا تصدیقه یعنی در رابطه با چرا میاد میگیم چرا گوسفند سوم داره میگیم چون گوسفند علفخاره هر علفخاری سوم داره پس گوسفند سوم داره پس تصور در مقابل چیست تصدیق در مقابل چرا این چیه دانش اقسام دانش اگر دانش بشر دارای دو هیته تصور و تصدیقه است هیته علم منطق نیست، باید دو قسمت داشته باشه یکی مربوط به این باشه یکی مربوط به این باشه که روش رسیدن به تصور و تصدیق درست را نشان میده. پس هیته علم منطق چیه یک تعریف که در رابطه با چیه تصوره شما میگی جزیره چیست تعریفش میکنی میگی تکه زمینی که دورش رو آب گرفته تعریف کردی پس تعریف برای تصوره تعریف برای تصوره یا استدلال که برای تصدیقه میایم استدلال میاریم برای تصدیق میگیم که خدا وجود داره یه تصدیقه میگیم استدلال کن براش استدلال میاد پس تذکر دوباره تصور و تصدیق برای دانش بشری کلا تعریف و استدلال برای علم منطقه تعریف عبارت است از معلوم کردن تصور مچور توسط تصورات معلوم این یعنی چی من میگم جزیره جزیره یک تصور مجهوله برامو. شما میگید جزیره چیست من میام میگم تصورات معلوم میارم میگم تکه زمینی که تصور معلوم آب تصور معلوم آن را تصور معلوم احاطه کرده است تصور معلوم پس اون چیزی که روبروی مساوی میاد در تعریف تصورات معلومن آن چیزی که پشت مساوی میاد تصور مجهوله و این پروسه رو رو هم میگن تعریف اما مثال برای تصور فرض کنید شما نمیدانید اعتدال چیست تعریف میان روی نه بلند نه کوتاه نه وحشی نه رام نه عادی نه ویژه بودن اینا همه تصورات معلومه اعتدال تصورات معلوم اینان میان روی میدونیم چیه نه بلند نه کوتاه میدونیم چیه نه وحشی نه رام میدونیم چیه نه عادی نه ویژه میدونیم چیه پس این میشه تصور معلوم پس تعریف یعنی تعداد تصورات معلومی که برای معلوم کردن یک تصور مجهول به کار میبرد شما جلوی تعریف یه کلمه که میخواین تعریف کنید یه مساوی میذارید دیگه خب اون چیزایی که جلوی مساوی مینویسید تصورات معلوم شماست اون چیزی که پشت مساوی تصور مجهول شما مثلا من میگم IQ چیست شما جلوی مساوی توضیحاتی که میدید میشه تصورات معلوم اما میریم سراغ استدلال استدلال چیست استدلال هم عبارت است از استفاده از تصدیق معلوم برای رسیدن به یک تصدیق مجهول دقیقا همون جوری که در تعریف عرض کردم خدمتون ما یک تصور مجهول داریم برای اینکه بخوایم اون رو معلومش کنیم میایم از تصورات معلوم استفاده میکنیم همین گونه میاییم برای اینکه یک استدلال کنیم برای یک تصدیق مجهول دو تا یا سه تا یا چند تا تصدیق معلوم میاریم تا اون رو معلومش بکنیم دانش بشر به دو بخش تصوری و تصدیقی تقسیم می شود. این دانش ها پاسخی هستند به برخی سوالات که دو نوع هستند یا ما از چیستی یک مفهوم میپرسیم که در جوابش یک تعریف از آن تصور ارائه میکنیم میشه تعریف از اون کلمه یا از اون تصور یا از چرایی یک میپرسیم که در جوابش استدلال برای رسیدن به تصدیق ارائه میکنیم شما در چرایی تصدیق میاری و استدلال میاری در چیستی تعریف میاری و تصور اما رابطه علوم با علم منطق چیه نوع پرسش ما یا چیستیه یا چراییه اونی که چیستیه برای تصوره در دانش بشر اونی که چرای تصدیق در دانش باشه و هیته های منطق متناظر با آن متناظر یعنی هم ریشه و هم مسیر با آنها تعریف برای تصور استدلال هم برای تصدیق هستش امیدوارم که خسته نشده باشید به حال جلسه اول بود و همه تلاش من این بود که بتونم ریشه ها و مقدمات قضیه منطق و درس منطق رو خدمت جمعه ارائه بدم از درس های بعد مطمئنا بحث ها شیرین تر خواهد شد و از تلاش میکنم که جوری با شما در مورد منطق صحبت بکنم که در کوتاه ترین زمان هم به شیرینی و کارآمدی این درس پی ببرید هم موفق بشید که بتونید جواب ها پاسخ های تستی و تشریحی این درس رو بدید شما رو به خدای بزرگ بسپارم خداحافظ شما